و خودشون رو به قوه قضاییه می‌سپارن. مقام عظمای ولایت در سفری که به مشهد داشتن فرمودن که هیچ فردی تحت عنوان تفکر مخالف تحت فشار نیست. من یک سوال دارم، اسماعیل عبدی مخالف نیست؟ اسماعیل عبدی یک ناصح دلسوز است و امروز چرا به حکم قاضی قضات این کشور در زندان؟ محمود بهشتی لنگرودی جزء نقادان صالح است، کسی که مدیریت خدمات کشوری قانون مصوب این مملکت، چرا در گوشه زندان؟ به اسدی اشاره نمی کنم، به عمرانی اشاره نمی کنم، به محمد حبیبی که کتک خورد اشاره نمی کنم، به 7 سال زندان رسول بداغی اشاره نمی کنم، به زندانی که باقری کشید اشاره نمی کنم، به رنج و شکنجی که باقانی در تبعید کشید در زندان کشید اشاره نمی کنم. اینها همه بماند برای دنیا. در کجای دنیا با فرهنگیان خودشون اینطور برخورد کردن که این حکومت برخورد؟ در کجای دنیا بازنشستگان خودشون رو اینجور اکرام و احترام کردن که مدیر کل شما با شما برخورد؟ شما دنبال دستهایی باشید که در آموزش پرورش دخالت می کنید، دنبال دستهایی باشید که آموزش پرورش رو به نفع خودش بهره کشی می کنند، دنبال دستهایی باشید که غلام و غلام پرور می کنند. ما در مدارس خودمون مردان هر رو آزاده بار بیاریم، مردانی که فردای این مملکت رو بسازند، مردانی که دزدی نکنند، مردانی که در سرقت از جیب بیت المال، در سرقت از صندوق امانت مردم دست رقابت پیش نگیرن، مردانی که همه چیز رو شفاف بیان کنن، شفاف بیان کنن. ما جامعه فردای ما به اینها نیازمنده. این حضرات باید از پس از پشت میزها بیرون بیان صدای شما رو بشنوند، نگذارند به خانه آخر برسد، اونجا اگر برسد چون پرده برافتد نه تو ما میگو نه من. ما دلسوزیم در این فضای غبارآلود. ما مجبور شدیم، چون از قبل اعلام کرده بودیم، مجبور شدیم تحصن خودمون رو برگزار کنیم. همیشه ادب سکوت به جا بود، سر و صدا نکردیم، داد و بیداد نکردیم، اما یک بار گوش شنوایی برای حرفهای ما نبود. دوستان دارن از یک بشن، اجازه بیدیم من صحبت هم